یکی از اموری که مایه ننگ بشر هست این حیوان کشیست در همین عید مسلمی، عید قربان. و یک بانوی مصری شنیدم سعیها کرده رفته با این آخوندهای گردن کلفت حوزه مصر اینا صحبت کرده الازهر و اینا که آقا این چه وحشیگریست، این چه حکایتیست، این چه خداشناسیست که شما حیوانات رو میارین سیخ و سمه و چاقو میدن دست مردم عادی، اینا هی به شکم این گاو فرو میکنن و اینها زجر و شکنجه تا حیوان رو ببرن بکشن. این چه خداییست که شما هر موقع اینو پرستش کنی باید یه حیوانی رو کارد بکشید وسط خیابون سر اینو ببری که برای خدای نمیدونم ستایش کرده باشی. این یادگار بربریت و توحش روزگاریست که قربانی میکردن برای خدایان. پس کی قرار ما یک ذره فکر کنیم؟ احکامش رو برای شما میخوانم از قلم امام خمینی. ناخیر این دستور خداوند است، ما باید این حیوان است. بعد یک مشت از این مسلمین همقطار خودمون که در نواحی همین دریای خزر و اینا می نشستن از بین این ترکان و منطقه اینا رفتن مسکو و اونجا ساکن شدن، حالا یک کمی وضع پولی خوب شده رفتن شهر. بعد وسط خیابون خوابوندن گوسفند و اینا رو به سر بریدن، خون وسط خیابون و صدای ناله گوسفند و اینا. چیکار میکنین؟ داریم خدا رو ستایش میکنیم. حالا احکام ذبح، من فکر میکنم هندوستان به لحاظ بسیاری از جهات آینده جهان هست، مملکتی است که در روزگار آشوکا که بزرگترین امپراتور اینها بوده، خیلی بهش افتخار میکنه، فیلماشو میسازن. این بابا دستور داده بود بیمارستان برای حیوانات بسازن، اگه سگ پاشکسته، خوک پاشکسته، زخمی، الاغ نمیدونم مریض چیز هست ببرن اونجا معالجه کنن. دین یعنی این. برگردیم سر کشتار. این اسلام با کشتار خیلی کشتار راه حل اسلام بوده. خب اگر کشتار نبود که اسلام نبود که جانم. کشتار، سرقت، بهره کشی جنسی، یادمون نره برای چی آمدن ایران و جاهای دیگه رفتن، اسلام عزیزم با خودشون بردن. خب در قربانی چند چیز معتبر است. اول سن است. پس در شتر داخل 3 سال، در داخل سال ششم شدن و در گاو بنابر احتیاط واجب داخل سال سوم شدن معتبر است و بز مانند گاو است، یعنی سال سوم باید داشته باشه، 3 سالش باشه، و در میش بنابر احتیاط واجب باید داخل سال دوم شده باشد. دوم صحیح و سالم بودن، بنابر این بیمار کفایت نمی کند، حتی بنابر احتیاط نباید کچل باشد، یعنی بز کچل و اینا نباید باشد، الله خوشش نمیاد، الله چیز سالم میخواد. بوز کچل و گاو کچل و اینا ناکولاگیس هم که سرش باشه شاید بشه بپذیره، اینا در حاشیه باید نوشت. این احکام تفسیر داره. سوم اون که خیلی بزرگ سال نباشد، پیری میشی نبرین کلا سر حلا بذارین. چهارم اون که تام الاجزا باشد، شل و اینا نباشه، یه دست نداشته شاخ نداشته باشه اینا. پس ناقص کفایت نمی کند، مانند خسی، اینم از اون لغات آخوندیست، خسی، خسی نیست، خسی یعنی بیزش رو اگه کشیده باشن بر خوچ اینا، این خسی میشه. آدم رو همین میگفتن قدیما، کسانی میخواستن در حرم شاهان ببرن، همین امروز هم شنیدم در عربستان و اون جاها خراب شده ها هست یه همچین داستانی، خسی میکردن، یعنی میبردن بیزه های این بابا رو میبریدن میانداختن دور و میشد خسی. تکیش روی یه هست یادمون باشه. و اون حیوانی است که دو بیزی اون را بیرون کشیده باشن، بنابر احتیاط واجب حیوانی که بیزی اون را کوبیدن کفایت نمی کند. چه کارها، هیچ رحمی نیست آقا نسبت به حیوانات. این یکی از اساسی ترین امور زندگی انسانه، ترحم.
آقا ترحم خیلی مهمه. من به زندگی خودم که نگاه میکنم خجالت میکشم که ما بچه بودیم هیچ رحمی نداشتیم آقا. یعنی سنت بود دیگه، گنجشکا رو بکشن، خروس سر ببرو، نمیدونم الاغ اذیت کنو، چوب بزنی. هیچ در این جامعه اسلامی این همه چیزهایی که بزرگان ما گفتن اینا بیهوده نگفتن. شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. در سعدی بزرگ، سعدی رو ما نشناختیم واقعا. میخواد این فرهنگ رو نقد بکنه سعدی. این که سگ چیز بدی سعدی قبول نمیکنه. داستان اون جوان مرد رو برای ما گفته است، ولی ما زیبایی شعرش رو دوست داشتیم، در معنیش فکر نمیکردیم که آقا چی مقصودش چی است. این میخواد یه چیز زشت اسلامی که سنت هست، این آقا میخواد نقد بکنه، به ما یه چیز یاد بده. یکی در بیابون سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش یک رمقی به تن این سگ مونده بود. میگه کلاه دل کرد اون پسندیده کیش. حالا دوستی میگوی پسندیکیش یعنی که مسلمون نبوده، من فکر کنم نه، اینجور نیست. هر کیشی داشته کیش پسندیدهی داشته. چه حبلندران بست دستار خیش، به همت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد. این از هزار هزار مکه رفتن مهمتر دانستن این که ما بدانیم آقا ما هم مخلوق خدا هستیم، این حیوانات بیچاره مخلوق. ترحم تو جامعه خیلی مهمه، از مهمتر از ترحم هیچی نیست. این همه سگ دست پا شکسته میزنن در تهران هست، آدم واقعا ناراحت میشه میشنوه. حالا هر چیزی هم که در شرع حلال شد که قرار نیست ما اونو انجام بدیم که. خود اینا یه زمان رسید خجالت کشیدن، گفتن که لا تجعلوا بطونکم قبور الحیوانات، یعنی شکم خودتون رو گورستان حیوانه. حالا باری خب میگوید که حیوانی که بیزه اون را کوبیدن کفایت نمی کند، و نه حیوانی که در اصل خلقت بی بیزه است و نه دم بریده و گوش بریده کفایت نمی کند، و نباید شاخ داخلیه شکسته باشد، و حیوانی که شاخ بیرونیه شکسته باشد اشکال ندارد، و بعید نیست که به حیوانی که در اصل خلقت گوش و شاخ ندارد اکتفا گردد، به احتیاط مستحب خلاف آن است، و اگر کوری یا لنگش آشکار باشد بنابر عقوی کفایت نمی کند. نمی خواد الله گوش بریده و شاخ شکسته و اینا، نمی خواد گوش بریده و شاخ شکسته و دم بریده میره آخون میشه، یا آخون میشه شاخ شکسته میشه. شاخ شکسته یعنی با تجربه بین ما دو پایان. و اگر کوری، بله، و همچنین بنابر احتیاط واجب، اگر کوری و لنگش آشکار نباشد و شکاف داشتن گوش و سوراخ داشتن اون مانعی ندارد، و احتیاط مستحب آن است که به اون اکتفا نکند، یا اکتفا بکند، اکتفا نکند، چنان که احتیاط واجب آن است که به حیوانی که چشمش سفید شده باشد اکتفا نکند. چشمش سفید باشه به درد نمیخوره. پنجم، این که لاغر نباشد و همچنین که دور کمرش پی باشد کفایت میکند، به احتیاط مستحب آن است که عرفاً لاغر نباشد. مسئله ده، اگر قربانی کند سپس معلوم شود که ناقص یا مریض بوده است، حیوان دیگری واجب است. یعنی شما که کشتین برای الله معلوم میشه که این ناقص بوده یا مریض بوده، باید یکی دیگری پیدا کنی بکشی. البته اگر خیال میکرد که چاق است سپس خلاف اون روشن شد کفایت میکنه. خیال میکرد که چاق است یعنی چی؟ یه گوسفندی که میبینی که میخواد سرشو ببرید، یه خیال میکرد که چاق است، اینا کل شهری آخوندی است. و اگر خیال میکرد که لاغر است و به امید چاقی و به قصد قربت اون رو قربانی کرد، پس معلوم شد که چاق بوده کفایت میکنه. قصد قربت یعنی قربت الله، یعنی قربت حق، یعنی حق دلش میخواد که شما سر ببرید براش. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا، برش دار برش دار، واقعا وای وای وای.